سلام به سووی، خیلی خوش اومدید. من فاضلم و امروز میخوام در تو سریال اینویژن یا به فارسی تهاجم صحبت کنم. هیچ اسپویلم در کار نیست. میخوام نظر کلیمو در ارتباط دیدن و یا ندیدن این سریال به شما بگم. پس اگه قصد دیدن این سریال دارید حتما این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. گلشیفته فرهانی، بازیگر ایرانی که خیلی وقت از ایران مهاجرت کرده، توی این سریال نقش اول رو بازی میکنه. تا الان 3 تا اپیزود از این سریال منتشر شده و قراره هر هفته یک اپیزود منتشر بشه تا 10 تا اپیزود که از اپل تیوی هم منتشر میشه. برای فصل دوم هم تمدید شده و من میخوام توی این ویدیو نقد و بررسیش کنم. قبل از اینکه بریم سراغ نقد و بررسیش، اینو بگم که لایک و سابیاتون نره، دمتون گرم. و اگه این سریال دیدید حتما توی کامنت نظر خودتون رو بنویسید. داستان این سریال در ارتباط با حمله یه سری از موجودات فضایی به کره زمینه که باعث میشه زندگی انسان‌ها مختل بشه و جونشون به خطر بیفته. همینطوری که از این داستان مشخصه، خیلی چیز جدیدی رو روایت نمی‌کنه و نمیتونه بر طرفدارهای ژانر علمی و تخیلی غافلگیر کننده و هیجان انگیز باشه، چون انقدر نمونه‌های خفنی از این ژانر دیدن که شاید این سریال برشون جذاب نباشه. اما مشکل اصلی این سریال اینجا نیست. مشکل اصلی این سریال ریتم خیلی کندشه، به طوری که من برای دیدن این سریال سرعت پخش پلیرم رو بیشتر کردم که سریعتر بگذره از اپیزود دوم. انقدر ریتم کند و کسل کننده ای داره که شاید نصف مخاطب هایی که دارن این سریال رو میبینن به خاطر همین ریتم کندش دست از ادامه دادن بردارن و مشتاق نباشن که ببینن بعدش چی میشه. واقعا این ریتم کند و کسل کننده ای که داره مشکل اساسی این سریاله. البته از حقم نگذریم، یه سری موارد مثبتی داخل این سریال وجود داره، مثل تیم بازیگری خیلی خوبی که داره، فیلم برداری، موسیقی متن و در کل فنی خیلی خوب عمل کردن. اما این موارد به نظرم کافی نیست برای اینکه یک سریال خوب و پرطرفدار بشه. درسته که خیلی هم هنوز طرفدار این سریال هستن، اما به نظر من تقریبا نصف تماشاگرا به خاطر همون موضوع ریتم کسل کننده از این سریال راضی نیستن. منم جز یکی از همونم. As many of you know by now, we are suffering from inexplicable and seemingly unrelated incidents. اولش که متوجه شدم 3 تا اپیزود رو همزمان منتشر کردم و قرار بقیه‌اش رو هفتگی پخش کنن، پیش خودم گفتم حتما توی یه دونه اپیزود نتونستم مخاطب و هیجان زده کنن و ترغیبش کنن که قسمت‌های بعدی هم دنبال کنه. اما بعد از اینکه 3 تا اپیزود رو دیدم فهمیدم که نه، واقعا این 3 تا اپیزود هم نمیتونست مخاطب رو هیجان زده کنه و ترغیبش کنه که داستان رو دنبال کنه. کلا این 3 تا اپیزود همش در تا مسائل درام بود که بین روابط خانوادگی وجود داشت و خیلی اون هیجانی که شاید طرفدارهای این جان دنبالشن رو به همراه نداشت. پس اگه طرفدار ژان علمی و تخیلی هستید، اینو باید بدونید که این سریال درامه و اون توقعی که از ژانر علمی و تخیلی دارید و اون صحنه های اکشنی که شاید دنبالش باشید رو نمیتونید تو این سریال پیدا کنید. پس اگه میخواید یک سریال درامی رو تماشا کنید که به روابط خانوادگی بین افراد مختلف تو ابعاد گوناگون به پردازه، میشه سریال خوبی برای شما باشه. ولی در غیر این صورت، اگه طرفدار ژانر علمی تخیلی هستید و دنبال هیجان توی فیلم هستید، این فیلم نمیتونه رضایت شما رو جلب کنه. البته به نظر من سریال درام قوی هم نیست، چون ریتمش انقدر کنده که خیلی منو جذب نکرد، در صورتی که سریال‌های درام خیلی خوبی داریم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگه شما می سریال دیدید حتما نظرتون رو توی این قسمت کامنت بنویسید. لایک و سابسکرایبتون نره، دمتون گرم. من که پیشنهاد میکنم این سریال رو نبینید، باز هرچی خودتون صلاح میدونید. تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.